در سال 1360 شمار زنان با توانایی باروری در ایران به 10.5 میلیون نفر می رسید و کشور از 2.5 میلیون نوزاد برخوردار بود. اما در حال حاضر علی‌رغم وجود 25 میلیون زن 1.4 میلیون نوزاد وجود دارد و به ازای هر 18 زن یک فرزند وجود دارد. سایت دیدبان ایران این مطلب را به نقل از دکتر سعید کساییان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد و در ادامه نوشت: به گفته این پزشک متخصص مدت زمان پنجره جمعیتی در کشور به 7 الی 10 سال رسیده است. وی در ادامه افزود: میانگین سن بارداری در ایران از سال 1355 تا 1399 حدود 10 سال افزایش یافته و از 22 سال به 30 سال رسیده است. دکتر کساییان اضافه کرد: فرزندآوری نیازمند فرهنگ سازی و ارزش گذاری در جامعه است. اکنون در زمینه ارزش گذاری برای داشتن فرزند در حد مطلوب کار نشده. جوانها دیر ازدواج می کنند، دیر بچه دار می شوند. فاصله بین تولد فرزندان خانواده ها زیاد است و گاه افراد از سن باروری خارج می شوند و داشتن فرزند برایشان ارزش اولویت نیست. وی در ادامه گفته است: اگر می خواهیم جامعه به فرزندآوری ترغیب شود، باید در زمینه اهمیت داشتن فرزند ارزش گذاری و فرهنگ سازی کنیم. فرهنگ سازی یک شب رخ نمی دهد و باید کار مستمر در این زمینه انجام شود. دکتر کساییان برخی از راهکارهای حل این معضل اجتماعی در ایران را این گونه بیان کرده است: رفع موانع ازدواج، تکریم خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی، ارتقاء امید به زندگی، تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت، توزیع فضای جغرافیایی جمعیت و مدیریت مهاجرت برای حل این معضل باید در جامعه برنامه ریزی شود. جلیل مقدم، مدیر مسئول سابق روزنامه اسرار و فعال رسانه از تهران با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. ممنونم. جناب مقدم، دلیل فرار جوانان از ازدواج و نتیجه کاهش فرزندآوری در جامعه ایران چیست؟ خدمت شما، قبل از ورود به بحث من بگم به شما و بینندگان محترمتون که مطالعات من و تحصیلاتم در حوزه علوم اجتماعی و جمعیت شناسی نیست، یعنی بحث ما علمی نخواهد بود. اون چیزی که من میگم به عنوان یک تحلیلگر و کارشناسی است که مسائل سیاسی و اجتماعی رو رصد میکنه. اما در مورد سوالی که میفرمایید، ببینید، هر کاری به حال پیش نیازی داره یا پیش نیازهایی. این که جوانان ما از ازدواج فراری هستند، خب طبیعتاً باید ما بریم سراغ پیش نیازهای این موضوع که آیا فراهم هست یا نه. عمدترین پیش نیازهایی که الان برای نسل جوان ما برای تشکیل خانواده قابل تصور و نیاز هست که بهش توجه بشه، بحث اشتغال هست، مسکن هست، امنیت هست و ششماندازی باشن که داشته باشن و بتوانیم به موضوع ازدواج فکر کنم. ولی ما میبینیم که در کشور ما این پیش نیازهایی که عرض کردن که مهمترینش این هاست، خب فراهم نیست. این چیزی هم که الان ما شاهدش هستیم که دولت ما تبلیغاتش رو میکنه و یا نویدش رو میده و محقق نشه، این به شما عرض کنم که تصمیم گیری رو برای نسل جوان ما سخت میکنید. اونها باید مطمئن بشوند که پیش از ازدواج اشتغالشون تأمین هست، مسکنشون تأمین هست، امنیتشون تأمین هست و یه چشمانداز روشنی رو هم پیش چشمشون داشته باشن. بله. اعمال چه سیاست هایی باعث پدید آمدن این وضعیت شده؟ ببینید، اون چیزی که من میبینم از جامعه خودمون، یا بهتر بگم اون چیزی که از عملکرد دولت و به شما عرض کنم که دولت مردان میشه
ارزیابی کرد یک بی‌سیاستی هست. یعنی ما سیاستی در اینجا نمی‌بینیم. اون چیزی که اتفاق افتاده در حوزه تنظیم خانواده یک بی‌سیاستی هست که در این سنوات ما شاهدش هستیم. و دلیل این که ما در تنظیم خانواده دچار مشکل شدیم و جمعیت شناسای ما متاسفانه تحلیلشون این هست که رشد جمعیت کاهش می‌کنه، به دلیل همین هست که ما در قالب یک سیاست بلند مدت یا کوتاه مدت نتوانستیم موضوع خانواده رو سامان‌دهی کنیم. ممنونم از شما جناب آقای مقدم از تهران ما بودند.